روز چهارشنبه پرزیدنت ترامپ در پی تیراندازی در شهر لاس وگاس به این شهر سفر کرد و با مقامات محلی از جمله نیروهای انتظامی دیدار کرد. ترامپ پس از دیدار با مجروحان این حادثه گفت: آمریکا سوگوار است، اما با عشق به تنفر پاسخ می‌دهیم. هفته گذشته تام پرایس وزیر بهداشت ایالات متحده از مقام خود کناره‌گیری کرد. استعفای وی چند روز پس از انتشار گزارش‌های مطبوعاتی مبنی بر سفرهای پرهزینه وی صورت گرفت. این هفته کمیته جایزه نوبل در سوئد اسامی برندگان امسال را در زمینه‌های مختلف اعلام کرد و سه پژوهشگر آمریکایی جایزه نوبل فیزیک و پزشکی امسال را به خود اختصاص دادند. جایزه نوبل شیمی امسال نیز مشترکاً به سه دانشمند از کشورهای آمریکا، بریتانیا و سوئیس تعلق گرفت.